آشنای داستان رمز گم شده، پروفسور رابرت لنگدون، استاد نشان شناسی دانشگاه هاروارد است که شخصیت اصلی داستان رمز داوینچی نیز بود. لنگدون در این داستان به دعوت دوست قدیمیش پیتر سلیمان برای سخنرانی به شهر واشنگتن، پایتخت ایالات متحده دعوت می شود. دکتر کاترین سلیمان، خواهر پیتر که در علم نوئتیک و ارتباط میان روح و جسم تبحر دارد، او را در این سفر همراهی می کند. داستان از آنجایی هیجان انگیز، پیشیده و رمزآلود می شود که لنگدون می فهمد از سخنرانی خبری نیست. ولی با مشاهده نشانه ها و رمزهای عجیب ساختمان کنگره آمریکا و نقشه شهر واشنگتن، در صدد کشف نشانه ها و پرده برداشتن از بینش فراماسونری جورج واشنگتن، بنیانگذار ایالات متحده آمریکا برمی آید. رمز گم شده که با عنوان کلید سلیمان نیز شناخته می شود، داستانی هیجان انگیز و سرگرم کننده است که خواننده را درگیر می کند. تخیلات دن براون تفکر مخاطب را برمی انگیزد و انسان را به این اندیشه وامی دارد که اتفاق همیشه تصادفی نیست و همه چیز در این جهان معنا و مفهومی دارد. این بار براون در پی کشف تاریخ کلیسای مسیحی نیست و قهرمانش رابرت لنگدون را به واشنگتن، پایتخت آمریکا، می آورد. برخی از منتقدان بر این باورند که دن براون در نماد گمشده بیش از حد با علم نوئتیک و مبانی و مفاهیم عرفانی بازی می کند و سخت در تلاش است تا ارتباط میان دانش مدرن و صوفیگری را برای خواننده ملموس کند. دن براون در این کتاب نیز سعی کرده مفاهیم حساس را کنار یکدیگر قرار دهد، همانطور که مادیات و معنویات را در برابر هم قرار می دهد و یا تضاد میان مذهب و بیدینی را نشان می دهد، در رمز گم شده نیز مرز میان کهن و مدرن را تصویر می کند. لنگدون در سفر عجیب و پیچیده‌اش به واشنگتن متوجه می شود که ساختمان کنگره آمریکا به منظور تجلیل از یکی از مقدس‌ترین و مورد ستایش‌ترین معابد روم طراحی شده و تصویر جورج واشنگتن به صورت مسیح بر آن نقاشی شده است. به این ترتیب قدرت به آسانی از آوندهای مذهبی و سیاسی عبور می کند و دن براون نشان می دهد مفهوم قدرت هرگز تغییر نمی کند و تنها از جایی به جای دیگر انتقال می یابد. نیویورک تایمز نماد گم شده را احیای سبکی از داستان نویسی می داند که اگر دن براون نبود برای همیشه از بین می رفت. گاردین با انتشار این خبر که رمز گم شده طی 24 ساعت 1,000,000 نسخه فروش داشت، از انتشار نسخه دیجیتالی آن بر چند سایت اینترنتی خبر داده است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که با آنکه جورج واشنگتن فراماسون بوده و باور عمیقی به آزادی مذهب و بیان داشته، ولی نشانه ای از فراماسونری را در جایی پنهان نکرده است. آنچه همگان در مورد آن تفاهم نظر دارند این است که دن براون با قدرت و مهارت یک رمان نویس حرفه‌ای توانست داستانی خلق کند که خواننده نتواند تا پایان لحظه‌ای آن را کنار گذارد.